کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از عربستان خواستند سه جوان شیعه که در سن زیر 18 سال به دلیل شرکت در اعتراضات به زندان انداخته است آزاد کند این سه جوان وقتی که زیر 18 سال داشتند به دلیل مشارکت در تظاهرات شرق عربستان و سعودی بازداشت شدند و احکام اعدام علیه آنها صادر شد که بعدا تحت فشار نهادهای حقوق بشری عربستان حکم آنها را به ده سال حبس تقلیل داد اما گزارشهایی رسیده است که آنها تحت شکنجه قرار دارند علی النمر برادرزاده نمر النمر روحانی برجسته شیعی است که در سال 2016 توسط رژیم آل سعود اعدام شد علی نمر در فوریه 2020 زمانی که 17 ساله بود به دلیل مشارکت در اعتراضات منطقه از شرقی عربستان بازداشت شد او یکی از سه جوان شیعه است که دادگاه های عربستان سعودی احکام اعدام با گردن زدن را برای آنها صادر کرد کارشناسان حقوقی سازمان ملل در بیانیه ای خواستار رفع اتهام ها از این سه جوان شیعی شدند و گفتند ما بار دیگر از مقامات عربستان سعودی می خواهیم علی نمر داود المرهون و عبدالله از ظاهر را آزاد کنند تا بر اساس قوانین و معیارهای بین‌المللی بیمعطلی آنها را از نوع محاکمه کنند این کارشناسان از جمله اگنس کالامار محقق سازمان ملل در مورد قتلهای غیرقانونی و اعدامهای فوری و خودسرانه افزودند ما همچنان ادعاهایی درباره شکنجه و بدرفتاری برای اعترافگیری دریافت می کنیم و اینکه مجازات اعدام برای جرایمی انجام می که مطابق با قوانین بین مللی به سطح خطرناکترین جرایم نمیرسد میشل باشلت کمیساری عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز جمعه گذشته با بیان اینکه مقامات عربستان سعودی خیلی ها را غیرقانونی در حبس نگه داشته است گفت که ریاض از آزادی بیان و حق اجتماعات مسالمت تامیز حمایت کند.